استراتژی جدید دونالد ترامپ علیه رژیم ایران یک گام مهم و یک تحول عظیم برای فاصله گرفتن از سیاست مماشات باراک اوباما است. این اظهارات جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد است. اروپا باید بین آمریکا و رژیم ایران یکی را انتخاب کند. تلویزیون فاکس نیوز، آیا شما از کاری که پرزیدنت ترامپ کرد خوشحال شدید؟ جان بولتون، او تاکید کرد توافق اتمی نامطلوب است و به وضوح علامت داد که به موقع از آن خارج می شود. من که همواره ترجیح می دادم از این توافق خارج شویم، اما به هر صورت او یک سیاست دو مرحله‌ای را اتخاذ کرده و فکر می کنم یک خط مهم در سخنرانی او بود که گفت او با حفظ این اختیار این حق را برای خود حفظ کرده که هرگاه بخواهد می تواند از توافق اتمی خارج شود. Well, I think by announcing again how bad he thinks the deal is, he signaled pretty clearly. برجام تحت بازبینی مستمر است و بنابراین او دارد روشن می‌کند که در نهایت تصمیم با اوست و فکر می‌کنم ما به سمت درستی هدایت می‌شویم و خوشحال‌تر می‌بودم خارج می‌شدیم، اما مسیر درستی است. Reserves the power to get out of the deal at any moment. It's under continuous review. So he is making it clear that ultimately the decision is his, and I think we're. تلویزیون فاکس نیوز. آقای سفیر، آیا شما با رئیس جمهور هم صحبتی داشته اید؟ چون می‌دانم نظر شما به واقع برایش محترم است. جان بولتون. بله، من روز قبل صحبتی با پرزیدنت ترامپ داشتم. صحبت زیادی در این رابطه داشتیم. این کل چیزی است که میتوانم بگویم. او معنی تهدید تکثیر تسلیحات کشتار جمعی از طرف رژیم های مانند ایران و کره شمالی را میفهمد. او مصمم است تا وقتی که هست از این مسئله جلوگیری کند. تصمیم رئیس جمهور شروع روند خاتمه دادن به این توافق و یک گام مهم و عظیم برای فاصله گرفتن از سیاست اوباما است. Ambassador, did you have a chance to talk to the president about this? Because I know he really respects your opinion. I did yesterday and I appreciate that opportunity. Absolutely. توافق اتمی به این معنا نیست چون مذاکراتی انجام شده، پس می شود به رژیم ایران اعتماد کرد. رژیم ایران پیمان منع تکثیر اتمی را نقض کرده است. اما ضرورت این توافق از اساس چه بوده است؟ اینکه پای التزامات آن باشند چه نخواهند بود؟ حتی اگر به آنها اجازه غنی‌سازی اورانیوم داده شود، بر اساس سابقه آنها جواب ندارد. What do you need this deal for at all? If you believe that they'll adhere to their obligations, the fact is they won't. تلویزیون فاکس نیوز. اوباما تلاش کرد این برنامه برهم نخورد. رژیم ایران هم با استفاده از این وضعیت به عراق و به سوریه وارد شد و قیام آنجا را تخریب کرد و حزب الله را وارد سوریه کرد. اما سیاست اوباما کماکان حفظ برجام بود. من از اول موافق نبودم که با رژیم ایران مذاکره شود، چون اعتمادی به این رژیم ندارم. پرزیدنت ترامپ گامی مهم برداشته است. در این حال با خود اروپا است که تصمیم بگیرد با رژیم ایران معامله کند یا با ما. I didn't think it was a good idea to negotiate with Iran on this in 2003 because I didn't